به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شما شاگردای عزیز و گرامی امیدوار هستم که جانتان جور و صحتمند باشه خب شاگردای عزیز و گرامی ما و شما مضمون ریاضی را با همدیگه میخوانیم درست است خب شاگردای عزیز و گرامی ریاضی سنف هفتم هستیم درست است فصل دوم اعداد طبیعی جلسه هفتم. پس جلسه هفتم از فصل دوم ما و شما میشه امروز درست است فامیدید دیگه نه خب اول از همه قرار بود که کارخانگیر به ما روان کنید درست است و از چه طریق روان میکردید؟ از طریق واتساب نمبر 20964 780 255 13 اگر کدام سوالی در حل کارخانگی یا کدام مشکلی دارید یا کدام پیشنهاد و انتقادی دارید میتونید با ما در ارتباط شوید از طریق همین نمره که به شما خواندم درست است خب شاگردای عزیز و گرامی عناوینی که ما و شما امروز در درس امروز ما و شما میخوانیم دو عنوان ما و شما دنبال میکنیم اول چرا میخوانیم اول دریافت جذر مربع یک عدد با طریقه عمومی درست است اگر یادتان باشد ما و شما جذر مربع یک عدد در درس قبل در جلسه قبل ما و شما خواندیم و یک روش برای دریافت جذر مربع هم مرتان. براتون یادتان هست دیگه نه؟ و او چی بود او از طریق تجزیه بود اما ما و شما امروز یک روش دیگر رو میخوانیم به اسم طریقه عمومی نام روش طریقه چی طریقه عمومی و این چه کاربرد دارد روش تجزیه که ما و شما در درس قبل خوانده بودیم روش بسیار آسانی بود درست است یا تا نسل چی میکردیم عدد تجزیه میکردیم و میگفتیم از عامل هایی که به شکل ضربی نوشته میشنه از هر دو تایی که شبیه هم باشد یک تاش میگرفتیم درست است یک تا رو میگرفتیم و در هم در آخر چی میکردیم ضرب میکردیم و جواب چی میشد جذر مربع اما برای عددهایی هایی که خیلی کلان باشد روش تجزیه ممکن چی باشد کمی مشکل باشد نه ای که مشکل باشد کمی طولانی تر میشه راه زیادی رو باید حل کنیم. اما روش طریق عمومی طریق عمومی بسیار کار میکنه آسان میکنه و در صنف های بعد صنف هشتم که ما جذر مربع اعداد اعشاریه دار که میخوانیم طریقه عمومی به ما بسیار کمک میکنه پس ما و شما اول چی میخوانیم دریافت جذر یک عدد با طریقه عمومی و بعد از او چی میخوانیم عنوان دوم درس امروز ما و شما چی است جذره سوم یا جذر مکعب برش میگیم است؟ و میگیم که چرا ما میتونیم جذر سوم یک عدد دریافت کنیم با روش تجزیه سعی شد پس فهمیدیم ما, ما شما امروز این دو عنوان با همدیگه میخانیم میخوانیم خب شاگردای عزیز و گرامی با ما همراه باشید ما و شما گفتیم که چی میخوانیم در عنوان اول که ما و شما امروز میخوانیم چی است دریافت جذر یک عدد به وسیله یا با طریقه عمومی خب پس یک تا مثال کار میکنم با مثال ما دریافت میکنیم طریقه عمومی رو ما من تشریح میکنم که بسیار آسان است و بسیار مهم است چون در سنف بعد در سال بعد که ما شما ریاضی سنف هشتم هم میخوانیم درست است در سنف هشتم طریقه عمومی بسیار کاربرد دارد چون ما میتونیم جذر مربع اعداد اش دارم با همین روش دریافت کنیم پس فکرتان بگیرید که بسیار مهم است خب یک تا مثال میزنم یک تا عدد کلان یک تا عدد کلان به عنوان مثال پنجا و سه هزار و سه سد و شست و یک جذر این عدد رو میخوایم چی کنیم؟ دریافت کنیم اگر یادتان باشد گفتیم که ما رویش چی یاد داریم؟ رویش تجزیه رو یاد داریم دیگه نه؟ ما باید ما و شما این رو باید تجزیه کنیم یک تا خط پوشش میکشیدیم به این شکل میگفتیم بچه اول از همه دو چک میکردیم که آیا این بدو اختصار میشه نه؟ بدو که میبینیم یکان چند است؟ یکان یک است تا جفت نیست پسی به دو تقسیم نمیشه پورا تقسیم نمیشه عدد بعدی چند بود عدد بعدی سه به سه باید چک کنیم به اعداد اولیه دیگه دو سه پنج هفت یازده سیزده و تالای تنهایی سه است با باید چک کنیم و آخر در یک برسیم پس چی میکنیم به دو نمیشه به سه باز بسی اگر نشد به پنج و میبینیم که بسیار چی میشه زیاد میشه حل سوال بسیار طولانی میشه پس ما ایره با طریقه عمومی ما برد میگم چه رقم جهاز رزری دریافت کنیم کار ما با ما شما چی میشه بسیار آسان تر میشه خب طریقه عمومی میگه چی کن امی علامه جهاز را به شک میمانیم برای برای ازی به شک دقت کنید این به شک میمانیم علامه جهاز کلان تا آخر پایین میکشیم فاهم چه رقم شد دیگه نه خب آله کار میکنیم مرحله اول ما و شما میایم امی عدد که ما و شما داریم از سمت راست سمت راست خوب می سمت راست از سمت چپ است از سمت راست دو رقم دو رقم جدا می کنیم صحیح است پس من دیگه تواشیر بگیرم دو رقم دو رقم جدا می کنیم صحیح است دو رقم 61 دو رقم دیگه 33 سی و, سی و یک تا آخر عدد چی میمونه 5 میمونه ممکنه علی سوال سوال ما شما یست دیگه عدد ما 53361 و و است ممکنه یک رقم آخر دو رقم باشه یا یک رقم باشه فرق نمی کنه هر کدام باشه پس قدم اول چی شد از سمت راست دو رقم دو رقم عدد چی میکنیم جدا جدا میکنیم دو رقم دو رقم آخر چند مان پنج مان خب این عدد که آخر مان آل ما و شما باید یک تا عدد پیدا کنیم یک تا عدد پیدا کنیم که اگر در نفس خودش ضرب شوه از پنج کوچکتر یا مساوی پنج باشد خب او چند است در نفس خودش در خودش ها سه است پس فاهم میدید او چند است دو است آفرین دو ضرب در دو چند میشه چهار میشه چهار از پنج کوچکتر است یا ممکنه سوال ما و شما اینجا چند مثلا 16 باشد دو, رقم دو رقم جدا میکنیم در اینجا 16 باقی میمانه 16 باقی میمانه چند میشه؟ 4 میشه 4 زب در 4 16 با 16 چی میشه؟ مساوی میشه پس وقتی که دو رقم دو رقم جدا کردیم یعنی عدد آخر یا یک رقم است یا دو رقم فرق نمی کنه کدام باشه ما و شما باید یک تا عدد پیدا کنیم که اگر در نفس خودش ضرب شود از این عدد که مانده کوچکتر یا مساوی از باشه اگر بزرگتر به درد نمیخوره با مثال ما اینجا سه به ما شما نمیخوره چرا چون سه ضرب در سه میشه نه از پنج کلانتر میشه پس چی شد؟ پس چی شد؟ ما عدد دو را انتخاب میکنیم دو ضرب در دو چند میشه؟ چار میشه خب همین دوی که پیدا کردیم دهی پشت یک ده تا دو نوشته میکنیم دهی بالای هم یک تا دو نوشته میکنیم است تا خوب فهمیدی؟ دو را چرا چی پیدا کنم؟ عددی که در نفس خودش ضرب از پنج کوچکتر شه. دو ضرب در دو چند میشه؟ چار میشه پس زیر از پنج تا تا اینجا خب خوب فهمیدی خب حالا چی میکنیم یک خط میکشیم 4 منفی 5 کنید صحیح 4 منفی 5 چند میشه جواب اینو اصلا کم باید بکنیم 5 منفی 4 یا بگیم از 5 تا 4 تا کم کنیم به شک درست است خب از 5 تا 4 تا کم کنیم چی میشه 5 منفی 4 میشه 1 صحیح پس چی شد یک خب مرحله بعد چی است دو رقم بعدی رو در پایان میاریم دو رقم بعدی ما شما چند است و سه آفرین سی و سه دای پایان انتقال بدین پس سی و سه رو دای پایان چی میکنیم انتقال میدیم تا اینجا خوب یک بار دیگه دقت کن گفتیم قدم اول عدد چی میکنیم دو رقم دو رقم جدا میکنیم این اخ... عدد آخر که مان یا یک رقم میمان یا دو رقم فرق نمیکنه هر کدامش باشد ما و شما باید یک تا عدد پیدا کنیم که در نفس خودش اگر ضرب شود از یک عدد کوچکتر یا مساوی از او باشد که چند پیدا کردیم دو را پیدا کردیم دو دو چار سیست این منفی میکنیم چند میشه جواب جواب یک میشه دو رقم بعدی 33 در پایان انتقال میدیم این دو رقم بالا گفتم نوشته میکنیم صحیح شاگرد عزیز دقت کنید جواب جذر ما و شما دهی بالا دریافت میشه این بالا چی است جواب ما و شماست پس مرحله اول این دور که پیدا کنیم دو بالا انتقال میدیم حال رقم بعدی از چی میشه در اینجا در برد میگم چیکار کن خب تا اینجا خب فهمیدیم مرحله بعد چی که بالا است انمی دو یکی دای بالاست انمی دو را دو چند باید کنی دو چند دو چند میشه آفرین چهار میشه دیگه سه است پس چهار در اینجا نوشتم میکنم دو چندش میشه چهار سیست دقت کنید چرا چه دی بغل نوشته نکردم دی بغل ما دی دورتر نوشته کردم چرا چون این کارو باید بکنیم چهار نوشته میکنیم خانه خالی زب داره خانه خالی دی خانه خالی ما و شما باید عدد دریافت کنیم با چه شکل به این صورت که اگر به عنوان مثال ما شما دو روانه میشه 42 زب چی است این در مقام ای چی است ده است دیا دهگان است یکان دهگان فیست پس فکرتان باشه اگر من دور دهی خانه خالی بانم امی خانه خالی باید هر عدد که دای هم بانی. چون هر دوش یک تا خانه خالی است یک خانه خالی است. پس میمانیم دور بانم میشه 42 و دو دو اگر سر بانم سه سه. اگر یک بانم یک یک اگر پنج بانم پنج پنج چرا بشنه حال کدام عدد میمانیم اما عدد میمانیم که وقتی یاردو دور ضرب میکنیم از کوچکتر یا مساوی شوه. اگر یک بانیم چی میشه؟ یک بانیم میشه چلو یک زبدر در یک چلو یک, زبدر یک چند میشه؟ چلو یک خواهد یک کچکتر است ولی خود دورم, دورم بانیم نزدیکتر میشه دور اگر بانیم چی میشه؟ چلو دوی زبدر در دو جواب چند میشه؟ چار دو شت و ۴ سیست بازم کوچکتر است ولی بازم جای داره که ما شما که یک تا عدد بالاتر ببریم چند میبانیم؟ سه اگر بانیم چی میشه؟ چلو سه زبدر سه 43 ضرب در 3 چند میشه؟ 4 3 12 120 3 3 9 129 صحیح است 129 129 به 133 نزدیک است اگر 4 بانیم چی میشه؟ 4 بانیم شاید بیشتر شد حالا یک بار چک کنیم 4 بان 44 زبدر 4 صحیح است خب چند میشه؟ 4 4 16 160 4 4 16 176 صحیح است 176 از 133 کلانتر است پس اینمی 3 صحیح است پس ما باشم این 3 دریافت کردیم پس ما و شما باید چه کنیم؟ باید دهی خانه خالی عدد 3 رو بانیم. پس میشه 43 ضبط داره 3. 43 ضبط داره 3 چند میشه؟ میشه 129. نو. پس باید من این پاک کنم. خب. 43 ضبط داره 3 میشه 129. حساب کنیم. 129. حالا یار چی میکنیم باقیمانده مانده از دریافت میکنیم یک تا منفی باید با دیگه خب چند میشه نه، از سه نمیشه ای سه میشه دو و سه میشه 13. سیست 9 از 13 چند میشه چهار میشه دو از دو سفر یک از یک هم سفر پس باقی چند میشه چهار میشه خب عالی امی عدد سه که ما و شما دای خانه خود دریافت کنیم در بالا و چی میکنیم انتقال میدیم پس این سه را من انتقال میدم میشه 23 فعلا تا اینجا و سه شده تا اینجا سیس فهم چی شد دیگه نه یک بار دیگه از اول ما برد میگم دقت کن قدم اول چی بود دو رقم دو رقم از سمت راست جدا میکنیم دو رقم دو رقم جدا کنیم پنج مانده پنج گفتیم یک تعداد بود پیدا کنیم در نفس خودش ضرب از پنج کوچکتر یا مساوی باشد او چند است او دو است دو دو چهار باقی مانده چند شد یک مرحله بعد دو رقم بعدی در پایان انتقال میدیم دو رقم بعدی در پایان انتقال میدیم چند شد 133 خب یعنی عدد دوی که دای دا بالا نوشته کرده بودیم اون رو دو چند کردیم دو چند از دو چند شد شد چار چار در اینجا نوشته کردیم خانه خالی زبدر در خانه خالی این خانه خالی رو باید ما و شما عدد بانیم که شما دقت کنید فقط این چار که نوشته کردیم در مقام دهن از یا دهگان است سیست بین ضرب نیست ها اگه سه بونی 43 در سه میشه پس به نوشتن اما دو چند که نوشته کردیم چند, چند دو چندی دو چند شد 4 خانه خالی زبدر در خانه خالی فرده قرار دادیم جای کردیم سیس شد چند چهل سه زبدر در سه شد یکصد نو دیدیم که اگر 4 چهل چهار در از یک کلانتر میشه پس همون سه سیس پس سر ماندیم چهل سه سه که چند شد 120. با خمانه چند شد چار. و این باز دوباره تکرار میشه دو رقم بعدی در پایان انتقال داده میشه. بادی چی میشه؟ کجا شد یعنی شد. شاستی اگه ده پایین انتقال بده 461 میشه. صحیح است. دو رقم بعد انتقال ده پایین انتقال دادم میشه 461. خب حال چی میکنیم؟ باز دوباره شاگردا از دقت کن. اینمی عددی که ده بالاست. چند ده حال فعلا 21 است. دو چند شند میشه؟ دو چندش میشه 46. درست است 26 است. ببخشید. چه من میگم 21. 23 است. دو چند نشه 46. 46 ده اینجا نوشتم می‌کنم. 46 ده کنار ازی باقی قرار دارد نوشتن میکنم چند شد چلو شش خانه خالی زبدره خانه خالی پس شد چلو شش خانه خالی زبدره خانه خالی باز دوباره دقیقا به این میشه که ما و شما در خانه خالی چه عدد بانیم که ضرب کنیم از او چی میشه کمتری یا مساوی باشه اگر یک بانیم چی باشه 461 ضرب در یک 461 دقیقا به خودش مساوی میشه اگر دور بانه خود کلانتر میشه دیگه پس چند هفت یک هفت پس یک من میمانم در داخل از خانه خالی یک یک 461 ضرب در 461 چند میشه 461 باقی مانده چند میشه صفر میشه صحیح است پس چی شد خلاص شد آل ان یکم در بالا چی میکنیم انتقال میدیم همین عددی که در خانه خالیه پس جواب چند شد 231 و و تا اینجا فهمیدید دیگه نه پس جذر مربع 53361 میشه 231 با طریقه چه حل کردیم با طریقه عمومی تا اینجا خوب فهمیدید دیگه نه اما اگر ما می‌خواستیم رو با روش تجزیه حل کنیم کار ما بسیار مشکل تر بود زیادتر باید حل میکنیم ولی طریق عمومی بسیار طریقه چی است آسانی است فقط باید دقت کنی یک تا خوب دقت کنی خود در کتابچه حل کو که بسیار آسان یاد بگیری خب فهمیده چرا هم شد دیگه نه؟ پس شاگردهای عزیز و گرامی پس ای چی شد طریقه عمومی دریافت جذر به روش طریقه عمومی خب شاگردای عزیز و گرامی پس دریافت جذر مربع یک عدد با طریقه عمومی رو ما شما چی کردیم؟ خاندیم. پس من تیک مارک میکنم پس ای چی شد؟ این خلاص شد اما عنوان دومی که ما شما داریم جذر سوم یا جذر مکعب درست است یک عدد طبیعی خب میریم سر تخته من تخته رو پاک میکنم و برید با مثال تشریح میکنم که جذر سوم یک عدد چه رقم دریافت میشه خب شاگردای عزیز جذر سوم یک عدد درست است جذر سوم گفتیم یا جذر مکعبم بش بهش گفتم نه خب اما چی است اگر یادتان باشد جذر مربع به چه شکل بود جذر مربع به این شکل بود دیگه نه خود مربع یک عدد اول تعریف کردیم و بعد از او جذر مربع تعریف کردیم خود مربع یعنی چی یعنی توان دوم به عنوان مثال سه به توان دو سیست جواب چند میشه؟ نو میشه سیست سه به توان دو یعنی چی؟ یعنی که سه با. ما... از پاک کنیم، سه به توان دو میشه سه زب در سه سه به توان دو یا سه به طاقت دو هم گفتیم برایش میگیم دیگه نه جواب چند میشه نه میشه پس مربع یعنی همون توان دوم یا طاقت دو که اگر یادتون باشه در جلسات قبل گفتیم مربع یا مجذور هم بهش گفته میشه پس چی نوشته میکنیم میگیم که مربع عدد سه جواب چند شده نه میشه چون سیره مربع وقت میگیم یعنی همین مربع کو توانش دو کو توان به توان دو برسان یعنی دو بار در خودش ضرب کو در نفس خودش ضرب کو چی میشه مربع عدد سه میشه نو و باز برعکس از, از آخر به اول یعنی از نو سه بخوایم برسیم میگیم جذر مربع عدد نو چند میشه سه میشه پس نتیجه چی بود نتیجه به شکل بود که جذر مربع نه جواب چند شد؟ شد سه اما یک سمبول برای جذر مربع استفاده کرد اگه یادتون باشه نه گفتیم در دریک نوشته نمیتونیم چون زبان ریاضی یک زبان چی هست؟ بین المللی است کل دنیا باید یاد داشته باشه و رو نه؟ پس یک تا سمبول ما برایش دریافت کردیم و او چی شد این سمبول جذر نو جواب چند میشه میشه سه و مربع از کجاست گفتیم درجه از این جذر اینجا در ای بالا نوشته میشه که اگر نوشته نکنیم یعنی دو باید باشد سه است اگر نوشته نکنیم دو است اگه دورم نوشته کنیم کدام فرقی نداره دور نوشته کنیم کدام گپی نیست پس یا نوشته میکنیم یا نوشته نمیکنیم پس چه شد به جای در کلمه دریک بنویسیم جذر مربع از این سمبول استفاده میکنیم جذر مربع نو جواب چند میشه سه میشه پس این درس قبلی ما شما بود آلی جذر مکعب یا جذر سوم یک عدد به چشک شکل میشه من اول توان سوم یا مکعب یک عدد بر تعریف میکنیم پس اگر یک عدد به توان سه برسانیم جواب از چی چی میشه میشه مکعب به عنوان مثال 5 به توان 3 5 به توان 3 چی میشه میشه 5 ضرب در 5 ضرب در 5 جواب چند میشه 5 5 25 25 ضرب در 5 25 ضرب در 5 کردی 125 پس, 5. پس 125 پس 5 به توان 3 میشه چند 125 پس توان 3 چی نامیشه چی میمونیم مکعب فاوید چه رقم شد توان دو دامش بود مربع یا مجذور گفتیم گفتم, گفتم. بعضی کتابا مجزور هم میگن مربع یا مجذور اما توان سوم یا طاقت سه چی میشه مکعب نامش است مکعب پس چی نوشتن میکنیم مکعب عدد 5 جواب چند میشه جواب میشه یک سد و همین جواب آخر توان سه که رساندیم جواب آخر چی میشه مکعب ما و شما میشه پس مکعب عدد پنج چند شد یک و دقیقا مثل چی هست؟ مثل مربع است مربع می بود دیگه نه مربع عدد سه چند شد شد نو حالا یعنی چی یعنی سر به توان دو برسان اما مکعب عدد پنج یعنی چی پنج به توان سه برسان آفرین سه بار در خودش ضرب کنی چند میشه 125 پس مکعب عدد پنج چند میشه 125 میشه و باز دقیقا چی میشه باز برعکس رزی. برعکس از چی بود نو چی میشد میشد جذر مربع نو جوابش میشد سه حال جذر مکعب 125 میشه چند 5. پس نوشتم میکنم که جذر دو اونجا چی بود مربع حال چی میشه مکعب مکعب 125 جواب چند میشه میشه 5. صحیح است پس جذر مکعب 125 جواب چند میشه پنج میشه خب شاگردای عزیز آل باز دوباره به جای دریک یک جذر مکب از کدام سمبول استفاده کنیم چون گفتیم که ریاضی یک زبان چی است بین المللی است پس ما از سمبول استفاده میکنیم. جذر مکب به شکل نوشته می کنیم جذر 125 در داخل جذر در تحت جذر اما درجهش رو با چند بانیم سه بانیم چون جذر مکعب است دیگه پس اگر درجه را دو بانیم یا اجی نمانیم جذر مربع خوانده میشه اما اگر درجه را سه بانیم جذر مکعب خوانده میشه جواب چند میشه میشه پنج تا جا فهم میدی دیگه پس بجایی جایی که در این نوشته کنیم جذر مکعب نوشته میکنیم جذر مکعب درجه از چند است درجه اش سه است پس درجه سه باشه جذر مکعب میشه خب سوال شاگرد عزیز جذر مکعب با نام مثلا یک تا مثلا کار کنم جذر مکعب 8 جذر مکعب 8 چند میشه؟ یه چه عمل کنیم باید شما بیایید این اش حالش به 125 قرار گرفته سه عدد در خودش ضرب کنی که چند چوا شوا اینجا سه عدد در خودش ضرب سه عدد که دقیقاً عین هم است دیگه 5 ضرب در 5 ضرب در 5 شد 125 حال در جای چی 125 قرار میگیره نه باید سه تا عدد پیدا کنی که در خودش ضرب شود چند است دو است آفرین دو ضرب در دو ضرب در دو چند میشه دو دو چار چار دو پس چی میشه جواب چند میشه میشه چرا دو میشه برد میگو. چون دوی زب در دوی زب در دو جواب چند نشد دو دو چار چار دو اشت صحیح شد پس دلیلش نیسته پس جذر مکعب اگر خواستیم اگر جذر مکعب یک عدد از ما و شما اگر خواست باید در ذهن خود بیای یا در کتابچه نوشته کنی که سه عدد پیدا کنی که عین هم باشد در خودشان ضرب شود و جواب اون عدد شما باشد پس یک تا از این سه جزء ضربی را ما چی میگیم جواب جذر مکعب میگیریم سیست خب اگر عدد کلانتر باشد چی؟ اگر عدد کلانتر باشد باید از طریق تجزیه آفرین از طریق تجزیه ما رو دریافت کنیم جذرشه من تختر پاک میکنم یک تا مثال از طریق تجزیه برد کار میکنم درست است؟ خب پس تختر پاک کنم من شاگرده عزیز خب شاگرده عزیز یک تا مثال برد کار میکنم عدد چی باشد؟ کلانتر باشد که از طریق تجربه بتونیم دریافت کنیم به عنوان مثال جذره سوم بیست و افت ازار سعیست؟ ما شما دریافت کنیم که چند بشه جزر سوم بیست و هزار. خب باید شما یک عدد پیدا کنی که چی شود؟ اگه بخوایم دریافت کنیم یک عدد پیدا کنیم که سه بار در نفس خودش ضرب شود جواب چی شود؟ جواب شود بیست و کمی مشکل میشه اما با تجزیه میتونیم حل کنیم شما باید چی کنید باید عدد تجزیه کنیم. خب تجزیه میکنیم 27000 27000 سیفت تجزیه کنیم چی میشه؟ ده پوش از یک تا حد نکشیدیم. اولین عددی که تجربه میکنیم دو است. اولین عدد اولیه دیگه نه. با دو اگر تجزیه کنیم چی میشه؟ با دو. با دو اختصار کنید با دو 27000 با دو 27000 20 25 20 20000 1000 3 13500 سیفت پس میشه 13000 و 500. خب 13500 باز دوباره با دو اختصار میشه بله. چون چی یکان از این جفت است صفر از صفر یک عدد جفت است که پس به دو میشه تا جایی که دامه رو به دو تقسیم کنیم پس به دو اگر اختصار کنیم چند میشه 13500 به دو اگر اختصار کنیم 13000 میشه چند 6500 500 هم 250 6750 صحیح پس 6750 6750 باز به دو میشه بله چون یکان از چند است باز جفت است به دو اختصار کنید به دو پس به دو یک اختصار کنیم 6750 6000 میشه چند 3000 750 تا میشه چند 750 350 375 پس 3375 میشه 3375 صحیح است بله 3375 خب 3375 به دو میشه نه خیر به دو نمیشه اما باید چه کنیم عدد, اولی بعدی چند است به سه است به سه میشه نمیشه گفت اگه یادتون باشد به سه چه رقم چک میکردیم جمع از ارقام باید به سه سه و سه چند میشه سه و سه میشه شش شش و هفت میشه سیزده سیزده و پنج میشه اجده اجده چون به سه بخش پذیر است یعنی پورا تقسیم میشه به اینی عدد به سه پورا تقسیم میشه پس به سه تقسیم میشه پس ما و شما باید به سه تقسیم کنیم سه هزار و, سه و پنج. سه تقسیم بر سه اگر بسازیم چند میشه ما اینجا تقسیم میکنیم سه هزار و, سه و تقسیم بر اگر بسازیم. چند یک سه سه باقی مانده صفر سه دفعه دا انتقال داده میشه سه است باز دوباره چند میشه یک سه سه باقی مانده صفر اف با دفعه دا انتقال داده میشه دو سه شش باقی مانده یک پنج دفعه دا انتقال داده میشه سه پنج پانزده سه است باقی مانده چند میشه صفر میشه پس شد یک هزار و بیست پس یک و و پنج خب 1125 باز دوباره به سه میشه چک میکنیم یک جمع یک دو دو جمع دو چار چار جمع پنج نو نو به بخش بزیر است بین پره تقسیم میشه پس این عدد به سه پوره تقسیم میشه پس به سه باز دوباره چی میشه تقسیم میشه پس چند شد 1125 همه به سه اگر پوره تقسیم کنیم ببینیم چند میشه 1125 تقسیم بر سه اگر بسازیم صحیح سه سه نو باقی مانده دو سه دو پای انتقال داده شد و بیست چند میشه سه افت بیست یک سه افت یک سه است باقی مانده یک پنج دفاع انتقال 15 سه پنج پانزه سه است باقی مانده چند سفر پس شد سه سد و سه سد سه باز دوباره سهصد افتد به تقسیم میشه بله پورا تقسیم میشه چون سه و افتد میشه داد دو 5 میشه 15 سه پس به سه باز دوباره چی میکنیم تقسیم میکنیم سهصد به سه اگر تقسیم بسازیم میشه یکصد دو بیست پس شد و بیست پنج به دو میشه نه به سه میشه نه چون یک و دو میشه چند نشست سه. سه و پنج میشه اشت, اشت به سه پورا تقسیم نمیشه پس به سه پورا تقسیم نمیشه. عدد اولی بعدی چند است؟ پنج است دو سه پنج به پنج تقسیم میشه؟ بله یک پنج تقسیم بر پنج میشه پنج پس به با پنج باید تقسیم کنیم است. پس ما پنج تقسیم میکنم. تقسیم بر پنج کنیم میشه پنج. است؟ خب بیست پنج دوباره به پنج میشه؟ بله بیست پنج, با پنج میشه چند؟ پنج میشه و آخر پنج باز چی؟ به با خود پنج پنج به خود پنج جواب چند میشه؟ یک پس خلاص شد دیگه به رسیدیم پس چی شد؟ 27000 میتونیم نوشته کنیم دوی زب در دوی زب در دوی زب در دو سه زب در سه زب سه زب در زب پنج زب جذر چی میخوایم؟ جذر مکعب میخوایم. جذر مکعب گفتیم که چی از هر سه تا جزء ضربی یک تا رو باید بگیریم. پس ما چی میکنم؟ پس از دو یک تا دو را فقط میگیرم. از سه سه یک تا سه را میگیرم. از هر سه پنج یک تا پنج می میگیرم. سه س... و یا سر باید چه کن جواب وارد باید در هم ضرب کنیم ضرب کن دو سه شش شش پنج سی پس جواب وزی چند میشه؟ سی میشه پس جواب جذر مکب یا جذر سوم بیست رفت از ما شما چند شد؟ شد دوی زب در سه زب در دوی زب سه زب, داره زب, داره زب داره پنج که جواب مسمسایی است با چند با سی پس جواب ما شما چند شد؟ سی شد فاضل چرا خم شد دگنه؟ پس جذر مکعب یک عدد کلان باشد به با وسیله تجزیه میتونیم کار کنیم و جواب دریافت کنیم درست است؟ خب شاگرده عزیز و گرامی خب شاگرده عزیز و گرامی پس چی شد؟ این هم جذر مکعب یا جذر سوم یک عدد هم ما برای تعریف کردیم و با رویج تجزیه یک تا مثال برای کار کردیم سعی هم چی میکنیم؟ تیک مارک می‌کنیم. پس این هم چی شد؟ پس خلاص این هم از عنوان دوم ما و شما اما بحث چی بحث مهم کار خانگی کار خانگی باید تمرین های صفحه 62 و 64 کتاب حل کنید به ما روان کنید از طریق واتساب نمبرشم برد میخوانم 2 780 255 40 13 اگر کدام سوالی هم دارید میتونید با ما در ارتباط شوید با همین نمبر که برای شما خواندم سیست خب شاگردای عزیز و گرامی پایان فصل دوم یعنی فصل, دوم ما شما چی میشه؟ خلاص میشه و بخیر ما فصل سوم در درس بعد شروع میکنیم درست است؟ خب شاگردای عزیز و گرامی مانده نباشین بخیر باشین شما را به الله پاک میسپارم